سلام علیکم و رحمت الله برکاته. دوستان عزیز، شاگردان نهایت عالی قدر، افغانان معززی که در هر نقطه از افغانستان و یا خارج از افغانستان هستید، خوش آمدین. لکچر 16 کانکور بخش الجبر خواهد بود با سوالهای کاملا جدید. انشاءالله امروز شما آشنایی پیدا خواهد کردین. بر صورت لکچر از اول تا آخر تعقیب بکنین. معلوم دارست که من هر لکچر را که میتوم، لکچرهای ما بعد نسبت به لکچرهای ما قبل سوالها کمی باریکتر میشه. اگر چرینل را سبسکرایب نکردین، من هم میگم سبسکرایب بکنین. اول ببینین درس، اگر درس خوشتان آمد بنان لطفا روی چینل، روی دکمه سبسکرایب، روی بتنش کلیک بکنین و چینل را سبسکرایب بکنین. لطفا ویدیوها را با صنفی هایتان شریک بسازین با دوستان خود، تا بتانن البته از موضوعاتی که ما در نظر داریم اونا هم مستفید شوند. یک جای آرام را پیدا کنین، قلم و کتابچه همراهتان. اولا سوال روی تخته هست، خودتان حل بکنین. نتانستین ویدیو را بانین، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، فقط خودتان فکر بکنین. دیدین که نتانستین، بعد از او روی بتن پلی کلیک کنین و درس را ادامه بدین. برصورت میگه اگر if the term free of the x، اگر حد ثابت یا حدی که دو x نیست در اینی انکشاف 405 باشد، قیمتی که را پیدا کنیم. ما اول یک گپ میفهمیم چی را. وقتی که من سر مطابقت جذر x منفی k بر x مربع کل برنمای ده بحث میکنم، در اینجا ما این را میفهمیم دست، x را میفهمیم اینی حد است، جذر x است، و y را میفهمیم که منفی k بر x مربع است. چیزی که در این مهم است، آر معلوم نیست، صحیح؟ حد دلخواه اصلا تی آر جمع یک مساوی است به ان سی آر، اکس بنمای ان منفی آر ضرب وای بنمای آر است. گویا این که حد ثابت در تی آر جمع یک واقع میشه، ولی تی آر جمع یک نمیفهم کدام حد است. مساوی است ان، معلوم دار است که ده، سی آر، آر معلوم نیست، اکس، اکس ما اینی حد است، جذر x کل بنمای ده منفی r، و y منفی k بر x مربع کل بنمای r هست یا نیست؟ بسیار خوب. تی r جمع یک اونمو حدی است که در او در حقیقت x موجود نیست، free of the x است. خب خیر، حال فعلا باشد تی r جمع یک مساویت ایره، کمی ساده بسازم، این میشه ده بالای r ضرب ایر، اگر ساده بسازیم x بنمای یکی بر دو نیست، یکی بر دو که ضرب ازی شوه، این میشه ده منفی r بر دو ضرب اینی r، هم از منفی که است هم از x مربع است، یعنی منفی که بنمای r و x که به صورت بر x بنمای منفی دو ضرب r شوه، x بنمای منفی دو r. ما اینی x و اینی x هم میفهمیم قاعده هایشان مساوی است، بنان اگر قاعده ها مساوی است نما جمع میشه. از اینجا t r جمع یک مساوی است به ترکیب ده بالای r ضرب x بنمای اینی دوتا x مساوی است. خب یعنی اولی رو ناشتا میکنم، منفی که بنمای r ضرب این دو دانه x قاعده هایش مساوی است، از قاعده یکی نمای ازی با نمای ازی جمع میشه، میشه نمیشه؟ یعنی نمای ازی چند است؟ دهی بر دو میشه پنج، منفی آر بر دو جمع میشه با منفی دو آر، صحیح؟ این اگه ساده بسازم، تی آر جمع یک مساوی است ده بالای آر منفی که بنمای آر، اکس بنمای منفی دو آر و منفی آر بر دو میشه منفی دو نیم آر، سایز آره بردو مانش نیم آر، دو آر منفی دو آر و منفی آر بردو منفی دو نیم آر، یعنی منفی پنج بردو آر، خیلی پنج منفی پنج بردو آر، اشتباه نکردم. بسیار خوب، این حاله حدی که دو اکس نباشه مانش که اینی نما باید صفر باشه، از اینجا خیر این میشه 5 منفی 5 بر 2 آر باید صفر شوه، از یک قیمت آر پیدا کرده میتونین، 5 بر 2 آر مساوی به 5، این میشه 2 5 10، 5 آر مساوی به 10، اطراف تقسیم 5، آر میشه 2، بنان آر اگر 2 میشه اینجا وزن میکنم، تی 2 جمع 1 3 مساوی است 10 بالای 2 و منفی که بنمای 2، این هم بیاز صفر شد، صحیح شد. ایناله آیا اینمی حد عبارت از حد فری آف اکس نیست؟ خارج از اکس هست، یعنی مستقل از اکس هست، بنان او کدام حد است؟ او حد سوم است، و این حد سوم قیمت شان داده 405،
از اینجا شما میتونید قیمت کر پیدا کنید. ده بالای دو ده فکتوریال، ده منفی دو اش فکتوریال ضرب دو فکتوریال، منفی برنامه جفت مثبت ضرب که مربع. سایز دیگه ساده ساخته میتونید. 405 باشه کار ندارم، در تا اشت انکشاف میتونم. ده نو اشت فکتوریال یا اشت فکتوریال ضرب دو فکتوریال هم دو ضرب یک یعنی دو ضرب که مربع. ای با ای خلاص، یک دو دو اینجا پنج دو ده، پنج نو چلو پنج، ای میشه چلو پنج که مربع مسیح به 405 اطراف تقسیم چلو پنج، که مربع مسیح به 405 تقسیم چلو پنج میشه نو. سایز 10 تاش 450، 9 تاش 405، اطراف جذر بگیرید کم میشه مثبت منفی 3. اینی هم بود قیمت کم. کافی. سوال 102 میگه شما ضریب x را پیدا کنید در اینی اکسپنشن یا در انکشاف ای بینوم ما. معلوم دار است که رو برنامه 16 رفع بکنیم، با ضرب ازی بکنیم، ضریب اکس پیدا کنیم، بعد از اون ما میتونیم پیداش کنیم ضریب خود اکس. سلوشن، ما یک گپ میفهمیم. چی رو میفهمیم؟ عد اول ما خودش یک منفی سه اکس مثبت اف اکس مربع. حد دوم ما را که انکشاف بتیم، انکشاف ازی چی بود؟ اگر یادتان باشه ان سی صفر، یادتان است؟ ان سی صفر یعنی 16 سی صفر، یک به امین ما یک برنامه یک از خرید ناشتا نمی کنیم. صحیح؟ جمع 16 بالای چی؟ یک، از یکی کم می کنیم، خیلی هیچ رول نداره، به زیاد میشه، یعنی منفی اکس برنامه یک. صحیح؟ امی رقم 16 سی دو، صحیح؟ سی دو منفی اکس برنامه دو. امی رقم 16 سی سه منفی اکس بنمای سه. امی رقم 16 سی چار منفی اکس بنمای چار. جمع نقطه نقطه الا کاخریش 16 سی 16 منفی اکس بنمای 16 در بیای. صحیح؟ میتونیم کلش مثبت بگیریم، بیاز باز منفی بنمای تاق یکش منفی میشه، منفی بنمای جفت مثبت میشه، منفی بنمای تاق منفی میشه. امی رقم یک حد در میان علامش تعیین میشه. بسیار خوب، در اینجا ما یک گپ میفهمیم. چی را میفهمیم؟ او ای که یک منفی سه اکس مثبت هفت اکس مربع باشه، در اینجا 16 سی صفر، ترکیب 16 بالای صفر چند است؟ ترکیب هر عدد بالای صفر فکر میکنم یک. جمع اینی قسمت ترکیب 16 بالای یک میشه 16 و منفی برنامه تاق منفی این میشه منفی اکس. ای دیگهش یک عدد میشه، باز منفی برنامه جفت اکس مربع، یعنی یک عدد میشه ضرب اکس مربع. امی رقم نقطه نقطه الی آخرش که اکس برنامه 16 میشه. سیز از شما ضریب اکس خواسته، اکس نمای یک. از ضرب یک با ای x برنامه یک به وجود نمی آید، اما از ضرب یک با ای x برنامه یک به وجود می آید. بناهن کوئفیشنت یا ضریب x of all x از تمام x ها یکی نی یک امرا با ای به وجود می آید. یک ضرب معلوم دار است که ضریب منفی 16 است. صحیح؟ اگه ساده بسازین این منفی اینجا می آید. صحیح است؟ یعنی یک ضربه یا باشه که مکمل نشته میکنم 16 منفی اکس که میشه منفی 16 منفی 16 اینه یک ضریب 6 دیگه. یک با ای اکس مربع میشه، ما تنها اکس هم میخواییم. یک با او دیگاش اکس مکعب اکس برنمای 4 اکس برنمای 5 اونش هیچ کار نمیاد. میاییم از منفی 3، منفی 3 ضربه از ای که شوه ضریب اکس همیته. جمع منفی 3 ضرب یک شوه. چرا؟ منفی سه اکس ضرب یک منفی سه اکس میشه و ضریب اکسش منفی سه میشه. صحیح؟ دیگه منفی سه اکس که ضرب هر کدام ازی شوه، اکس اگه ضرب اکس شوه اکس مربع، اکس ضرب اکس شوه اکس مربع شوه اکس مکعب، دیگه به وجود نمیه. و از ضرب کردن هفت اکس مربع با اینا هیچ وقت ضریب اکس به دست نمیه. خیلی ضریب اکس فقط همی دوتاست. یک ضرب منفی 16 میشه منفی 16، مثبت ضرب منفی منفی، یک سه سه منفی 16 و سه منفی 19. سوال 103 باز هم میگه ضریب یکی بر اکس برنمای ابدر در این انکشاف پیدا بکنیم. خب چیزی که ما میفهمیم
او ای که در x بنمای 4 منفی 1 بر x مکعب کل بنمای 15 در ای n چند است؟ 15. x چند است؟ x بنمای 4. y چند است؟ منفی 1 بر x مکعب. r معلوم نیست. بین ای تو تصور بکنین که 1 بر x بنمای 17 در کجا واقع میشه؟ واقع میشه در کجا؟ در تی آر جمعه. چیز؟ ایتو تصور بکنه که یکی بر اکس بنمای عبده در یک حد واقع میشه. یعنی که انتشاب بودن در یک حد دلخواه واقع میشه. از اینجا حد دلخواه تعریفش چی است؟ میشه ان سی آر اکس بنمای ان منفی آر ضرب وای بنمای آر. تی آر جمعه یک مساوی از ان 15 سی آر معلوم نیست. اکس x ما x بنمای 4 کل بنمای n منفی r 15 منفی r ضرب y منفی 1 بر x مکعب کل بنمای r. صحیح شد؟ از اینجا داریم t r جمع 1 مساوی است 15 بالای r. اینه که ساده بسازم 4 15 60 منفی 4 r x بنمای 60 منفی 4 r ضربه. ایره که ساده بسازین اینی آر هم از منفی یک است هم از اکس مکعب است. خیر میشه منفی یک کل بنمای آر از اکس مکعب شوه. اکس مکعب به صورت بیارین اکس بنمای منفی سه. منفی سه که ضربه آر شوه اکس بنمای منفی سه آر. صحیح؟ از اینجا تی آر جمع یک مساوی است به 15 بالای آر باشه کار ندارم. منفی یک بنمای آر هم باشه کار ندارم. این دو تا قاعده مساوی است. نماد جمع 60 منفی 4 آر و منفی 3 آر میشه منفی 7 آر. اناله تو ضریب کی رو خواستی؟ یکی بر اکس بنمای 17 یا اگر به صورت بری اکس بنمای منفی 17. تو ضریب یکی بر اکس بنمای 17 یا اکس بنمای منفی 17 رو خواستی. خیر اینی اکس اینی هم اکس. بنام قاعده دو تا مساویس نمای ازی باید مساوی به چند شوه؟ منفی 17 تا قیمت آر پیدا شوه. آر که وضع بکنم با فکر من همه موضوع حل میشه. از اینجا خیلی ما داریم چی داریم؟ اینی جا نشته میکنم 60 منفی 7 آر مساوی به منفی 17. منفی 7 آر باشه کار ندارم. منفی 17 باشه 60 و سوبر منفی 60. منفی 7 آر منفی 17 و 60 منفی 77. منفی به منفی رخصت اطراف تقسیم 7 آر میشه 11. آر که 11 شد اینجا بزن میکنم تیه 11 و 1 12. خیر او حد 12 هم است که ضریبش ضریب 1 بر x بنمای 17 خواهد بود یا متعاولش 1 بر x بنمای 17 خواهد بود. بنان مساویست بجای r چند؟ 11. این میشه 15 بالای 11 و منفی 1 بنمای r ما 11. به ایجه دیگه وزن نکنین. اگه وزن بکنین بیازم منفی 17 یا 1 بر x بنمای 17 به دست بیاد. اینی میری ساده بساز ضریبش پیدا میشه. تی 12 مساوی است 15 بالای 11 15 فکتوریال 15 منفی 11 4 فکتوریال ضرب 11 فکتوریال منفی بنمای تاق منفی 1 بر نما 1. صحیح؟ تی 12 مساوی است 15 را تا 11 انکشاف میتونم 15 دیگه 14 13 12 11 فکتوریال 4 فکتوریال 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 ضرب 11 فکتوریال ضرب منفی 1. ای بایی خلاص 3 4 12 به 12 خلاص 1 2 2 7 2 14 بنان 7 ضرب 13 ضرب 15 ضرب منفی 1. از اینجا تی 12 مساوی است منفی 1 ضرب 15 ضرب 13 و ضرب 7. ای رو ضرب بکنین. باشن ما ضرب کردیم بفکریم. ای رو که ضرب بکنین جواب از این می آیم منفی 1365. منفی 1365 کافی. سوال 104 میگه حد ششم از این را پیدا بکنیم طوری که ضریب حد سوم از آخر 45 باشه. سیز آسان است. چه رقم پیدا کنم؟ تکرار میکنم حد ششم از اینی مطابقت پیدا کنین طوری که ضریب حد سوم از سمت آخر 45 باشه. وقتی که ما مطابقت y بنمای 1 بر 2 جمع x بنمای 1 بر 3 کل بنمای n را مد نظر میگیرم در ای حد ششم خواسته.
حد ششم را خواسته. اما حد سیوم از سمت آخره داده، از سمت آخره که بخواید بناهن ای معادل کی است؟ فقط جایشان شما تبدیل کرده میتونین، هیچ مشکل نیست. بناهن از سمت آخر که بخواید نشته کنین x برنمای یکی بر سی، y برنمای یکی بر دو، کل برنمای n، اینال حد سیوم از ایره پیدا کنین. حد سیوم از ایره که پیدا کردین، از ابتدا معادل حد سیوم از ای از سمت آخر است. حد سوم از ای از ابتدا معادل حد سوم از ای از سمت چی است؟ آخر. ای با ای حد سوم از ای از کجا؟ از ابتدا اینیشیال معادل حد سوم از اینی مطابقت ما از فاینال یا از آخر است. صحیح شد؟ بسیار خوب. خیلی میریم این سوال خود حل میکنیم تا که ما اینه پیدا کنیم، اینه که پیدا کنیم جواز هم میکنیم حد ششم از این به دست میاد. بنابراین در این مطابقت، ما چی را میفهمیم؟ اکس را میفهمیم که یک اکس بنامه یکی برسیست، اکس بنامه یکی برسی، وای را میفهمیم که وای بنامه یکی بردوست، اینه نمیفهمیم، آرش را میفهمیم. حد چندم گفته؟ سوم. حد سوم که بگویم آر دوست. چرا؟ آر چند است؟ دو. چرا؟ به خاطر که تی آر جمع یک مساوی به تی سه است. آر جمع یک مساوی به سه میشه، آر میشه دو. بنابراین میریم حد دلخواه رو تعریف میکنیم. تی آر جمع یک مساوی است به ان بالای آر، اکس بنمای ان منفی آر، وای بنمای آر. آر ما چند برمه؟ دو. دو جمع یک سه، مساویس n معلوم نیست، بالای r، r ما معلوم از دو سایز، x ما x بنامه یکی برسی، بنامه n معلوم نیست، منفی rش دو، ضرب y، y بنامه یکی بر دو، بنامه r چند است؟ دو. تیسی را داریم 45. این را ساده می سازم، n فاکتوریال بر n منفی 2 فاکتوریال ضرب 2 فاکتوریال. این که ساده بسازین، این میشه n بر 3 منفی 2 بر 3 ضرب y بنمای 2 به 2 خلاص، y بنمای 1. صحیح؟ بسیار خوب. از اینجا چی کار کنیم؟ این را ساده می سازیم، 45 مساوی است به n فاکتوریال تا این کشاف میتونم، n فاکتوریال تا n منفی 2 میشه n منفی 1 n منفی 2 فاکتوریال بر n منفی 2 فاکتوریال ضرب 2 فاکتوریال هم 2، x بنمای امی چیست؟ n بر 3 منفی 2 بر 3، y بنمای 1. بنان ای با ای خلاص. صحیح؟ چی میمانه؟ n منفی 1 بر 2 ضرب x بنمای n بر 3 منفی 2 بر 3 ضرب y مساوی به 45. حالا یک چیزی گفته، کوئفیشنت حد سوم، اینمی حد سوم است، این متحولش است x و y، اینی حد ثابتش است. حد ثابت از این 45 است. صحیح؟ یعنی n منفی 1 بر 2 45 است. یک معادله است برای n، حلش میکنیم. صحیح؟ بنابراین 2 ضرب 45 میشه 90، این میشه n مربع منفی n مساوی به 90، 90 ایسو میاریم، n مربع منفی n منفی 90 مساوی به 0، 90 بعد تجزیه کنین تفریق کنین یک شوه، 10 و 9، 10 ضرب 9 90، 10 که 9 بره 1 مختلف علامت کلانش منفی کوچکش مثبت. صحیح؟ بنابراین از اینجا داریم n منفی 10 ضرب n جمع 9 مساوی به 0. اذا چند صفر میشه؟ n مساوی به 10 و اذا چند صفر میشه؟ منفی 9. منفی 9 امکان نداره. چرا؟ ما مطابقت هایی رو میخوانیم که n شامل اعداد تام مثبت باشه. بنان n 10 شد. n که 10 شد، در اینجا وضع بکنین، حد ششم تعریف کنین. یعنی y بنمای 1 بر 2 جمع x بنمای 1 بر 3 کل بنمای 10. اصل مطابقت ای بوده. اگر این بوده، حد ششم از این رو پیدا کنید میتونید. تی شش مساوی به تی آر جمع یک، از اینجا آر جمع یک مساوی به شش، آر چند میشه؟ پنج. آر که پنج شد، در این فرمول میندازیم، این میشه
تی 6 مساوی به ان بالای آر. ان ما چند است؟ 10 بالای آر 5. سایز اکس بنمای ان منفی آر. اکس ما دهی چند است؟ وای بنمای 1/2. کل بنمای ان منفی آر. ان ما 10 آر ما 5. 10 منفی 5 5 ضربه. میفهمین نی؟ وای بنمای آر. وای ما اکس بنمای 1/3. بنمای آر ما 5. سایز معلوم میشه تخته؟ آه بسیار خوب. از اینجا تی 6 مساوی است 10 بالای 5 10 فکتوریال 10 منفی 5 5 فکتوریال ضرب 5 فکتوریال. وای بنمای این میشه 5/2 ضرب اکس بنمای این میشه 5/3. صحیح؟ از اینجا 10 فکتوریال تا 5 انکشاف میتونم. تی 6 مساوی به 10 9 8 7 6 5 فکتوریال بر 5 فکتوریال. این 5 فکتوریال هم 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 است. وای بنمای 5/2 اکس بنمای 5/3. 5 فکتوریال به 5 فکتوریال خلاص. قبول دارین؟ 2 5 10 به 10 خلاص. اینجا 1 3 3 2 3 6 1 4 4 2 4 8. تی 6 مساوی است به 2 2 4 4 7. 4 7 چند میشه؟ 4 7 28 28 ضرب 9 28 ضرب 9 10 تاش 280 1 28 کم کنین 9 دانه 28 10 دانش 280 9 دانش چند میشه؟ از 280 که 28 کم کنین 30 کم کنین گمش کو این میشه 250. دوی دیگه زیاد کرده بودین 252 252. وای بنمای 5/2 اکس بنمای 5/3. اینی بود جوابش. سوال 104 یک سوال که جالب است، فکر کمی کار داره. میگه قیمت آر پیدا بکنین طوری که ضرایب دوار جمع چهارم حد دوار جمع چهارم و آر منفی دوم در اینی مطابقت با هم مساوی باشن. حالا خودتان فکر کنین چطور پیدا میکنین. تیسته یک دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه وقت دارین. من ببینم چطور پیدا کنین. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار حل شد. چند آمد؟ تیستر چند؟ تیستر نشد؟ متوجه. زمانی که من هشته میکنم مطابقت یک جمع اکس کل بنمای 18، شما انکشاف از ایره میفهمید چی است؟ 18 30 0 یک برنامه بیاز یک است. 18 31 اکس بنمای 1. 18 32 اکس بنمای 2 نقطه 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 الاخر که 18 30 18 اکس بنمای 18 خواهد بود. و یکی چیزی که مهم است، ضریب اکس بنمای 1 18 31، ضریب اکس بنمای 2 18 32، ضریب اکس بنمای 3 18 33، ضریب اکس بنمای 5 18 35. یعنی تو معنی میده که ضرایب تمام متحولا فقط اونم ترکیبش است، کدام چیز دیگه از اینی حدود زیاد و کم نمیشه که امرازی ضرب کنیم. صحیح؟ یعنی من تو میگم این رقمی نشته نیست که 18 32 2 بنمای 3 x بنمای 2 که باز ما بگم ضریب x بنمای 2 نه تنهایی است بلکه یک عدد ثابت هم از بین از اینا به وجود آمده. این یک چیزی نیست. بسیار خوب بسیار خوب. این باعث میشه که سوال کمی ساده شوه. ایناله برای ما گفتم حد دو آر جمع چهارم و آر منفی دوم با هم مساوی است. ما فقط حد دلخواه را میفهمیم که تی آر جمع یک است. برای ما حد دلخواه را ما تعریف شد میفهمیم بس دیگه چیز ریاض نداریم. اما آر جمع یک نخواسته بلکه از ما حد دو آر جمع چهارم گفته. دو آر جمع چهارم ترم اینی حد با آر منفی دوم ترم اینا با هم مساوی است. اینا ایره چطور کنیم مثل حد چهار مثل حد دلخواه بیایه؟ یعنی دو آر جمع چهارم چطور کنیم که مثل ازی به وجود بیایه؟ برای ازی که این مثل ازی واری شوه این باید یک دانه یک داشته باشه. یعنی من ایره نشته کده میتونم اینی حده دو آر جمع سه جمع یک آ میتونی بیاز یک جمع سه چهار میشه. اینی دو آر جمع سه آر است. آر جمع یک شد. صحیح شد؟ ایناله تعریف از این چی است؟ N بالای R. تعریف از اینه؟ N بالای R
x بنمای n منفی r، y بنمای r. اما تو چیز نیست. بناهن آل میتونی n بالای r، این از این رابطه تکرار میکنم، t r جمع یک مساوی بشه n بالای r، x بنمای n منفی r، y بنمای r. بناهن n در این مطابقت ما چند است؟ 18. بالای r، r ما دوار جمع 3، دوار جمع 3 ضربه x بنمای n منفی r، x حد اولت یک است، یک بر نما بیز یک است، y بنمای r، y ما کی است؟ y ما x است، x بنمای r، r ما دوار جمع 3 است. اما اینجا یک چیز دیگه گفتم که ضریب ثابت ای چیز، یعنی هیچ مطرح نیست، فقط ضریب ازی، ضریب x بنمای دوار جمع 3 اینی نیست؟ هست. بنان این رو پاک میکنیم، هیچ سر ازی کار نداریم. صحیح شد. بنان حد دوار جمع 4 ما تعریف کردم، فرمول شد 18 بالای دوار جمع 3. امی رقم اینی حد اگر تعریف کنم، تی آر منفی دوامه، میتونم نشته کنم تی آر منفی 3 جمع 1، اینی آر است، بیازو منفی 3 جمع 1 منفی 2 میشه، شکل تی آر جمع 1 نگرفت. بنان فرمولش ان بالای آر، از اینجا تی آر منفی 2 ترم، اینی ترم ما مساوی میشه n بالای r، n ما چند است؟ 18 بالای r، r ما در اینجا r منفی 3، x بنمای n منفی r، x ما یک است، یک برنما یک میشه، y بنمای r، y ما x است، x بنمای r، r r ما چند است؟ r منفی 3. بیازو ای باز مطرح نیست، چرا؟ یک متعولش هست، فقط ما ضریبش گفتیم، بنان ایش پاک میکنیم، او دیگه بر ما جز اضافیست، فقط ضرایب دوار منفی دوار جمع چارم و آر منفی دوم باید با هم مساوی باشه. تکرار میکنم سواله، تی آر جمع یک ما یاد داریم، اما از ما دوار جمع چار و آر منفی دوم ترم گفته با هم مساویست، تی آر جمع یک، خیلی من مجبور استم که به شکل آر جمع یک بیارم، ایر که جمع یک نشته کنم، اینه خیلی چند نشته کنم، دوار جمع سی جمع یک، صحیح؟ امی دوار جمع سیش مکمل آر است و شکل آر جمع یک گرفت. آلینی فرمول وضع کده میدانی، این بالای آر، این ماده مطابقت چند است؟ 18 بالای آر، آر ما اینی ترم است، دوار جمع سی، در اینجا آر منفی دوم ترم، نشته کدم آر منفی سی جمع یک، چرا آر منفی سی جمع یک نشته کدی؟ بخاطر که شکل آر جمع یک بگیره، این بالای آر، این 18 بالای آر، آر ما آر منفی سی، اینالی اینی حد با این حد گفته مساویست، صحیح؟ کدام حد؟ گفته که اینی حد ضریبش با این حد با همدیگر اکوال یا مساوی است، یعنی 18 بالای 2 آر جمع 3 مساوی است با 18 بالای آر منفی 3. find value of r، قیمت آر را پیدا کن، این یک معادل است، برین آر را پیدا کنید. میریم سوال حل میکنیم. خب چه وقت دو ترکیب با هم مساوی است؟ اگر n و nش مساوی است، باید r و rش مساوی باشه، یعنی 2r جمع 3 مساوی با r منفی 3 است، r ایسو میارم 2r منفی r منفی 3 باشه 3 رو سوبر منفی 3، 2r منفی r میشه r منفی 3 و منفی 3 منفی 6، اما این جواب صحیح نیست، چرا؟ در ترکیب هیچگاه r قیمت منفی رو نمیگیره، و اینجا که وضع بکنین r دو زر منفی 6 منفی 12 منفی 12 جمع 3 منفی 9، 18 بالای منفی 9 تعریف نمیشه، خیلی معادله ای سعی نیست. حال چطور کنیم؟ سکو این و اینش مساویست، آر و آرش با هم مساوی باشه، ولی آر یافته منفی 6 نشد، چی کار کنیم؟ چی فکر میکنیم؟ بگوین گوش کن، یک چیز دیگر ما میفهمیم، چی؟ ترکیب n بالای r مساوی با ترکیب n بالای n منفی r است، صحیح؟ چی معنا؟ ترکیب 15 بالای 2 آیا با ترکیب 15 بالای 15 که 2 بره 13 مساوی نیست؟ ترکیب 15 بالای 2 و 15 بالای 7 با ترکیب 15 بالای 15 که 7 بره، یعنی 15 منفی 7، یعنی 15 منفی 7 8، آیا ترکیب 15 بالای 7 با ترکیب 15 بالای 8 مساوی نیست؟ است. و یا به عبارت دیگر
دو ترکیب زمان با هم مساویز که اینی آرزی با ای جمع شوه مساوی به ای شوه. یکیست. یعنی اف جمع هشت اگر پانزه شود ترکیب از ای بالای ازی و ای بالای ازی مساویست. یا ای تو بگم ترکیب این بالای آر با ترکیب این منفی آر مساویست. بنان از این رابطه استفاده میکنیم. اینی کی است؟ آر. آر ما لیجه چند است؟ دو آر جمع سه. یا باشین دمی سوال میبینیم ترکیب اجده بالای دو آر جمع سه مساوی به کدام ترکیب است؟ ترکیب 18 بالای 18 منفی آرش آر منفی سه. اگه تو نفهمیدی دو آر جمع سه باید مساوی با چی باشه؟ ان منفی آر. ان ما چند است به حساب؟ 18 منفی آر ما چند است؟ آر منفی سه. اگه تو نفهمیدین اینی با ای باید مساوی به ای شوه. سکنین اینی با ای باید مساوی به ان شوه. یعنی دو آر جمع سه جمع آر منفی سه باید مساوی به ای شوه. هشته. بیاز و کیرم ساده به ساده میگه پس. منفی آر منفی آری سه بره مثبت آر. منفی منفی مثبت سه. سری سه بره منفی سه. مساوی به هشته و مساوی به هشته. هر دوی از یکیست. سعی کنید میگم ترکیب 15 بالای 3 با کی مساوی است؟ ترکیب 15 بالای 15 که 3 بره 12. یا ای تو بگم اینی جمع ای باید مساوی به ان شوه. 3 جمع 12 مساوی به 15 شوه. با دو صورت ترکیب ها مساوی است. اینجا گفتن که اکوال مساوی است. خیلی بنان مجموعی ای دو دانه باید چی شوه؟ 18. بنان از اینجا داریم دو آر یک آر 3 آر 3 و 3 0 مساوی به 18 اطراف تقسیم 3 آر مساوی به چند؟ 6. اینی بود جوابش. این جواب صحیح نبود برای اینکه ترکیب بالای منفی تعریف نمیشد. اما آر مساوی به 6 درست است. 6 یک عدد تام مثبت است. سوال 105 میگه اگر ضرایب حد دوم سوم و چهارم اینی مطابقت در شکل EP یا Arithmetic Progression یعنی تصاعد حسابی باشن، در این صورت شما ثابت بکنین که دو این مربع منفی 9 این جمع 7 مساوی به 0 است. یعنی قیمت این ایتی قیمتی است که هم حد سوم، حد دوم و حد چهارم یک تصاعد حسابی رو تشکیل میده و در اینجا که وضع شده 0 میشه. صحیح قیمت اینه پیدا بکنین. بر صورت چی کار کنین؟ چی کار بکنیم؟ ساده است. متوجه. اول ما در مطابقت یک جمع x کل به نمای 2n وقتی ما رو تعریف بکنیم فرمول از این چی است؟ n c 0 n ما 2n c 0 یک برنما بیازی یک است 2n c 1 x به نمای 1 2n c 2 x به نمای 2 2n c 3 x به نمای 3 همونطور میشه 2n c 4 x به نمای 4 جمع نقطه نقطه. این حاله ضرایب حد دوم، حد دوم اینی است، یعنی نه حد دوم ای اول ای دوم ای حد دوم است، اینی حد دوم است، معذرت میخوام 2n c 1 و اینی حد سوم 2n c 2 و ای حد چهارم، نه حد اول دوم سوم چهارم 2n سی سه. اینا در تصاعد حسابی است. تصاعد حسابی کدام تصاعد میگه؟ که حاصل تفریق دو حد مساوی باشه. یعنی اینی منفی که 2n سی 2 منفی 2n سی 1 باید مساوی به این منفی باشه. 2n سی سه منفی 2n سی 2. بس خلاص حل شد. اینا لی ایر اگر ساده بسازیم رابطه ازی است 2n بالای 2 منفی 2n بالای 1 مساوی به 2n بالای 3 و منفی 2n بالای 2. درست است؟ 2n بالای 2 منفی 2n بالای 1 2n بالای 3 منفی 2n بالای 2. بیاین که منفی ها رو یک طرف بسازیم. اینی رو یک طرف میاریم
گوین منفی رو طرف میبریم که مثبت شود. دو این بالای دو، دو این بالای دو، دو دانه، دو این بالای دو، اینی حد و این حد مساویس نی، من تو میگم دو این بالای دو جمع دو این بالای دو مساوی است، این رو طرف میبرم، دو این بالای سه جمع دو این بالای یک چیز؟ دو این بالای دو، دو این بالای دو، دو دانه، دو این بالای دو مساویس. اینی که ساده بسازین چه قسم؟ دو این فکتوریال بر ای منفی دو این منفی سه فکتوریال ضرب سه فکتوریال جمع ترکیب دو این بالای یک خوده دو این ترکیب عدد بالای یک پس خودش. بسیار خوب، اینی که ساده بسازیم چه رقم میشه؟ اینی که ساده بسازیم دو، اینی که ساده بسازیم میشه دو این فکتوریال و ای منفی دو این منفی دو فکتوریال ضرب دو فکتوریال مسایبه. اینجا دو این فکتوریال بر دو این منفی سه، دو این منفی سه فکتوریال ضرب سه فکتوریال جمع دو این سیز. خواست چی کار بکنیم؟ این دو این اگه اجازه است تا دو این منفی دو این کشاف میتونیم و دو این تا دو این منفی سه تا اختصار صورت بگیره. معادله است دیگه. اصل سوال همی بود که اینجا را تانستیم تعریف کنیم. بسیار خوب، این دو باشه، این که انکشاف بدین میشه دو ان، دو ان منفی یک سیز، دو ان منفی یک. اینجا جایم خورد است، چطور کنیم؟ بین این طرف هرش میکنم، این دو باشه کار ندارم، ضربه ای دو این تا دو این منفی دو انکشاف میتونم، دو این ضربه دو این منفی یک و دو این منفی دو فکتوریال بر دو این منفی دو فکتوریال، دو فکتوریال هم دو میشه مساویز. اینی جا دو این تا دو این منفی سه انکشاف میتونم، دو این منفی یک، دو این منفی دو، دو این منفی سه فکتوریال بر دو این منفی سه فکتوریال ضرب سه فکتوریال هم شش جمع دو این سیز. ای با ای خلاص، اینی هم با ای خلاص، ای دو هم با دو خلاص. اطراف هم تقسیم دو میکنم، ای دو یعنی دو و او دو خلاص میشه سیز. اطراف تقسیم دو بکنین، ای دو خلاص میشه جا چی میمانه؟ این ضرب دو این منفی یک سیز، اینجا این دو این منفی یک مساویز، این خب بیاز خلاص شد، یام خلاص شد، این هم تقسیم دو کردی از بین رفت. تقسیم دو بکنین، این خلاص میشه، اینجا میمانه این ضرب دو این منفی یک ضرب دو این منفی دو بر شش جمع دو این. حالا اگر اجازه میتین چی؟ یعنی یک دو مشترک است، اگر یک دو رو مشترک بگیره نمره از اختصار میشه سی دو شش، ای دو خدا خلاص کرد سیز. بنا اینجا چی مان؟ اینجا مان این ضربه دو این، بریم ضربش میکنیم، حتی اطراف تقسیم این هم کرده میتانیم طوری که این خلاص بگیرست و این بیاز اینجا صفر نیست، این یک عدد است، عدد تام طبیعی است سیز. بنا اطراف تقسیم این اگر بکنیم، اطراف تقسیم n بکنیم، این خلاص میشه جمع میمانه دو این منفی یک مسایی به این خلاص میشه، این جمع میمانه دو این منفی یک ضرب این منفی یک، اینجا خواهی یک دو مشترک گرفته نه بر سه جمع این دو این چی میکنه؟ این خود دوش خلاص شده بود، تقسیم n کردین یک شد. اینی جنی وقتی که اطراف تقسیم دو کردین، اینی دو این بود، این دو اینش دو خود خلاص کرد این ما سیز. باز تقسیم این هم کردیم اوجه یک ما، این حال اطراف ضرب سی میکنیم، اطراف که ضرب سی بکنیم این میشه شش این منفی سی مسایبه، این هم ضرب میکنم سیز، این میشه سی خلاص میشه، دو این ضرب این دو این مربع منفی دو این منفی این مثبت یک جمع یک سه هم سه. ساده می سازم،
6 n منفی 3 مساوی به 2 n مربع منفی 2 n منفی 3 n 3 و 1 4. اینال 6 n آموزو میبرم. این میشه 2 n مربع منفی 3 n. قبول دارید؟ 2 n مربع منفی 3 n. 6 n آموزو بر منفی 6 n مساوی به 4 ایسو بیا. 4 ایسو بیا. یا بیا این منفی 3 آموزو میبرم. سایکو 2 n مربع n 2 n مربع منفی 3 n 6 n سو بر منفی 6 n. چرا اینجا امرای صفر مقایسه شده؟ 3 را موسو میبرم امرای 4 مثبت 4 منفی 3 سو برم مثبت 3 مساوی به 0. 2 n مربع خودش منفی 3 n و 6 n منفی 9 n مثبت 3 و 4 مثبت 7 مساوی به 0. اینیا ثابت شد. کپی آخری سوال امروز میگه ضریب x به نمای 4 در این مطابقت به دست بیارید. صحیح؟ معلوم دار است که انکشاف مطابقت بسیار مشکل میشه. و دوم ای که ضریب x به نمای 4 در کجا خواهد بود، ای هم برای ما جنجالی است. بنابراین ما هم یک چیز یاد داریم مطابقت است که او شکل x جمع y یعنی دو عدد به شکل به نمای n. nش صحیح است. عدد تام مثبت است. ولی این مشکل است، دو حده نیست، اینو باید دو حده جور کنیم. چی کار کنیم؟ نقل برتان دادم کمی تیستر میتونین حل کنیم؟ دقیق شد. ما یک گپ میفهمیم، اینمی یک جمع اکس جمع اکس مربع جمع اکس مکعب، امی حد ما در حقیقت یک چهار حد است. میتونیم به اساس تجزیه نوع چهارم استفاده کنیم. یعنی در بین از اینا یک دانه یک مشترک، این میشه یک جمع x. و در بین این دو حد ما x مربع مشترک است، این میشه یک جمع x. x مربع تقسیم x مربع یک، x مکعب تقسیم x مربع ما x. اینا دو قوس مشابه دارن. از دو قوس مشابه یکی رو میگیریم یک جمع x، دیگهش یک جمع x مربع. ای معادل ازی است کل بنمای 11. اینال 11 هم ازی است هم ازی است، یعنی این مطابقت ما شکل یک جمع x کل بنمای 11 ضرب یک جمع x مربع کل بنمای 11 شد. انکشاف ازی را ما میفهمیم. چی است انکشاف حد اول ما؟ انکشاف حد اول ما nc0 یک به امین ما که یک میشه جمع n c1 ام یک جمع x. این او مطابقت شهرتش فوق العاده زیاد است. دیره قبلا در حالات خصوصی هم داده بودیم. خیر n c1 x به نمای 1، n c2 x به نمای 2، n c3 x به نمای 3، n c4 x به نمای 4 جمع نقطه نقطه تا که به 11 برسیم. این مطابقت اولتان. دومیتان یک جمع یک حد به امین ماست. باز هم اینگه n c0 یک برنامه یک است جمع n c1 x مربع به نمای یک جمع n c2 x مربع به نمای دو جمع n c3 x مربع به نمای سه جمع نقطه نقطه. صحیح؟ ایره کمی که ساده بسازیم. ترکیب n بالای صفر، n ما هم دارم، n ما چند است؟ 11. خیبه جایزی 11 ای هم 11 اینی هم 11 اینجا 11 تاییست؟ خوصه ترکیب 11 بالای 0 11 میشه؟ نه، ترکیب 11 بالای 0 1، ترکیب هر عدد بالای 0 جمع ترکیب 11 بالای 1 11 x جمع ترکیب 11 بالای 2 11 بالای 2 چند خواهد شد؟ 11 بالای 2 11 فکتوریال بر 11 منفی 2 9 فکتوریال ضرب 2 فکتوریال 11 رو تانون کشاف میتونم 11 10 9 فکتوریال ای هم 9 فکتوریال 2 فکتوریال تام 2 ای که تازی خلاص 2 5 5 11 55 55 x مربع جمع 11 بالای 3 11 فکتوریال 11 منفی 3 میشه چند؟ 11 منفی 3 8 فکتوریال ضرب 3 فکتوریال انکشافت 11
ده، نو، هشت فکتوریال بر هشت فکتوریال ضرب سه فکتوریال هم سه ضرب دو، یکت ازی خلاص، یک سه سه، سه سه نو، یک دو دو، پنج دو ده، پنج سه پانزه، پانزه ضرب یازده. چند میشه پانزه ضرب یازده؟ ده تاش 150، یک تای دیگه 165 اکس مکه جمع. ترکیب 11 بالای 4، 11 فکتوریال بر 11 منفی 4، 11 منفی 4 چند میشه؟ 11 منفی 4، 11 منفی 4 7 فکتوریال ضرب 4 فکتوریال. 11 رو تا 7 انکشاف میدم، 11 10 9 8 7 فکتوریال، 7 فکتوریال 4 فکتوریال هم 4 3 2 1 این هم رایزی خلاص. دو چار هشت با این خلاص، یک سه 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 نو میشه ده سه سی، یازده ضرب سی، یازده ضرب سی، ده تاش سه ست، یک تای دیگه هم سه ست سی اکس بنامای چار جمع نقطه نقطه سیز. ای دومیش یازده بالای صفر میشه یک جمع یازده بالای یک خود یازده اکس مربیش هم خودش جمع یازده بالای دو نپشتر دیدیم یازده بالای دو اینی هست نیم 55 قبول داره 55 اکس بنامای دو دو چار یازده بالای سه 165 اکس بنامای دو سه شش جمع نقطه نقطه قوسم بسته. آله ضریب اکس بنمای 4 خواسته، ببینیم که اکس بنمای 4 از کجا به وجود می آید. یکی این یک که با ای ضرب شود، یعنی یک ضرب 55، یک ضرب 55 کوئفیشنت اکس بنمای 4. خب دیگه یک دیگه با کسی نه، او طرف اکس ها نمای زیاد میشه، از او خاطر نوشته نکردم. دیگه اکس نمای یک که با اکس نمای سه ضرب شود، اکس برنمای چار میشه، اکس نمای یک با اکس برنمای سه، هیچ اکس برنمای سه نداره، خیلی مد نظر نمیگیریم، درست است؟ دیگه اکس نمای دو که با اکس نمای دو ضرب شود، اکس برنمای چار میشه، یعنی 55 ضرب چند؟ اکس نمای دو 11 جمع. دیگه اکس بنمای دو امرای دو ضرب شد چار میشه، دیگه که امرای دیگه اکس نمایش بلند میشه، گفته اکس نمای چار. دیگه اکس نمای سی که با اکس نمای یک ضرب شد، اکس نمای سی هیچ اکس نمای یک نداره. معذرت میخوایم که امرای بیتریش خلاص شد گل شد برچوره. یک اکس نمای چار با وجود بیایه، بنان او ضرایه بی که ای امرای زو ضرب شد نمای چار، یکی اینی خود عدد ثابت با اکس بنمای چار شد، دیگه اکس نمای یک با اکس بنمای سه ضرب شد، اونجا هیچ اکس بنمای سه نیست، نمای جفتش موجود است. اکس نمای دو با اکس نمای دو که ضرب شد و اکس بنمای چار با وجود میاد، یعنی 55 ضرب ضریب از 11. دیگه اکس بنمای سه که با اکس بنمای یک اونجا ضرب شد که اونجا هیچ اکس بنمای یک نیست. اکس نمای چار با عدد ثابتش که 330 ضرب عدد ثابت از یک است، اکس بنمای 4 به وجود میاد. دیگه معلوم دار است که بعد از اکس بنمای 5 میاد که ضرب هر کدام میشه اکس بنمای 4 نمیشه، اکس بنمای 6 میاد که ضرب هر کدام میشه اکس بنمای 4 نمیشه. خب اینا همگی ساده ساختن از اینا باعث از این میشه که ما میتونیم که ضریب اکس بنمای 4 به دست بیاریم. یک ضرب 55 میشه 55 جمع 55 ضرب 11 این میشه 155 55 10 در صفرش یک آسل 155 51 6 605 قبول جمع یک ضرب 330 شوه 330 این رو ساده می سازم. از اینجا مساوی است به 55 جمع 605 میشه 660 نه 605 و 55 5 شبه ای پرتین 60 میشه 660 جمع 330 از اینجا 0 سه و شش نو و سه و شش نو. امیدوار استم فهمیده باشین. اگر در کدام جای ضرب اشتباه کردیم معذرت میخواییم. کافی بر صورت ای بود لکچر 16 بلای پاک میسپارم اتانه
انشاءالله لکچری ما بعد با سوالهای زیبا باز هم در خدمتتان قرار خواهیم گرفت. الله حافظ.